و حمید رفیع اینک به گزارش دوم این برنامه یادمانی از حمید ایزدپناه، شخصیتی واقعا محبوب که هرچه درباره او گفته باشم به دلیل فعالیت‌هاش که در طول گزارش خواهید دید کم گفتم، مراسمی بود حدود 120 دقیقه و طبیعی است که کوتاه شده از اون رو خواهید دید، اما هرچه هم ببینید و بشنوید کم خواهد. با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، هنرمندان و فرهنگ دوستان، لازم می دانم قبل از هر چیز به نمایندگی از خانواده ایزدپناه، از یکایی که شما سروران که با ابراز همدردی و تسلیت و نثار تاج گل موجب تسلی خاطرمان شدید، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم. حمید ایزدپناه نویسنده، ادیب، پژوهشگر و شاعر لرستانی متخلص به صفا در سال 1312 در خرم‌آباد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر خرم‌آباد گذراند. بنا به دلایلی از سال چهارم دبیرستان ناچار به ترک تحصیل شده و همزمان با پیوستن به آموزش و پرورش لرستان خدمت آموزگاری را برگزید. در ضمن کار آموزگاری گواهینامه کلاس پنجم و ششم دبیرستان را به صورت آزاد و با شرکت در امتحان‌های سالیانه در تهران به دست آورد و موفق به دریافت لیسانس از دانشگاه تهران گردید. ایزدپناه از سال 1348 به وزارت فرهنگ و هنر رفت تا در مقام اولین مدیر کل فرهنگ و هنر لرستان و اولین شاعر و ادیب لرستانی و مسئول امور فرهنگی و هنری بتواند موضوع تشکیل گروه‌های موسیقی و تئاتر و انجمن شعر را در لرستان از نزدیک و آگاهانه دنبال نماید. حمید ایزدپناه همچنین موضوع مهم بازپسگیری قلعه و دژ فلک‌الافلاک از ارتش را تا تحویل آن به فرهنگ و هنر لرستان پیگیری نمود و موفق شد درهای این قلعه را پس از تعمیر و بازسازی آن در سال 56 با نام جدید موزه شاپور خواست و با عنوان مرکز اسناد و مردم شناسی و آثار مفرقی لرستان پس از سالهای سال به روی مردم و هنردوستان باز نماید. با سلام خدمت همه آقایان و خانوم ها، امروز دور هم جمع شدیم برای بزرگداشت یکی از شهرهای بسیار بزرگ لرستان با کارهایی که در مورد فرهنگ لرستان کرده، جای کاملا بی‌نظیری از خود باقی گذاشته. البته کارهایی که ایشون کردن فقط مربوط به لرستان نمیشه، به خاطر اینکه لرستان یک بخش از فرهنگ ایرانه و در طول تاریخ ایران ما همیشه دیدیم که مردان بزرگی وجود داشتن از جاهای مختلف ایران، از آذربایجان، از کردستان، از همه جا، از بلوچستان، از اصفهان، از همه جا که برای بزرگداشت بخش‌هایی از فرهنگ ایران کوشیدن، برای بار آوردن فرهنگی که ما همکنون میراث اون رو داریم. و من موقعی که به کارهای ایشون رجوع می‌کردم می‌دیدم که کسی که این کارها رو کرده، این چیزها رو نوشته، حتی تعریف کوتاهی که داده از یک واژه لوری یا لکی بسیار بسیار هوشمندانه است. من متاسفانه فرصت این پیش نیامد که بیشتر با ایشون دمساز باشم، چیزهای بیشتری از ایشون یاد بیاموزم. مانند دریایی بودن، هر سخنی که میگفتن، هر چیزی که میگفتن، هر ملاحظه‌ای که میکردن بسیار بسیار پربار بود و برای دیگران واقعا آموختنی. و آخرین باری که به خدمت ایشون رسیدیم در منزله دوست گرامیم سحر آقای جلالی بودن که شاید خودشون در این زمینه صحبت کنن و خدمت ایشون بودیم و باز هم بسیار بسیار از وجودشون استفاده کردیم. ولی متاسفانه دنیا اینطوره، هر کس زمانی داره. من کارم ستارگانه، حتی ستارگانم که میلیاردها سال زندگی میکنن یه آغازی داره، یه پایانی داره، از بین میرن و ایشون یکی از ستاره های درخشان فرهنگ نه تنها لرستان بلکه ایران بودن که ما امروز یاد بوده ایشون رو برقرار میکنیم. ولی حتما چهره ماندنی هستن و از ایشون یا ماندگار خواهند. 80 سال زندگی پربار رو در چند دقیقه نمیشه صحبت کرد. من 20 سال تقریبا با خانواده آقای ایزدپناه و خودمون رفتم اومدم و با هم رفیق شدیم، ولی او پربار زیست و آثار زیادی از خودش به جا گذاشت در شعر، در موسیقی، در فرهنگ شناسی. چیزی که برام مهم بود، مهمتر از همه اینها از فرهنگ، خود ایزدپناه و روحیه زیبایی بود که این مرد داشت.
من شانس اینو داشتم که با اینکه از مرکز ایران و کویر خلاصه در اونجا زاده شدم، ولی کودکیم با بلوچ‌ها گذشت. در ایام 27-28 سالگی پناهنده کردهای شجاع بودم در کردستان سال 60-61 و لورها رو با اینکه از 15-16 سالگی در اصفهان از وقت میلادم فریدن میشناختم، ولی با حال و هوا و روحیات این جمعیت عظیم از مردم ایران با ایزد پناه آشنا شدم. بخواب استاد که اینک وقت بیداری است، خمار این حیات تلخ خارآلود پرخنجر، غریب آلودگی های خیابان های بیگانه که در آن آنچنان که رسم ما حافظ نشینان است، اگرچه هر قدم میخانه ها پیداست، نه جامی، نه حریفی، نه شرابی، نه صدای رند و مستانه به میخانه، گذشت و رفت و اینک وقت هوشیاری است. بخواب استاد، خرابات جهان طی شد، کنون آباد آبادی، گمان طی گشت آن شبهای دردآلود، نگه کن نیست دردی شاد در شادی، ندارم مرگ را باور که رفتن نیست مردن، چیست نابودن، ز زندان رسته ای تنها و فقط بی بند و بی زنجیر، رها از این شب و شبگیر، این بی پیر، گذشتی چون نسیمی ساده و مغموم، رسیدی و چکیدی بی صدا چون قطره در جایی به دریایی که از آنجا در چکیدی روزگاری بر عبوس خاک، اینک فرو دارید محملها و حافظ می سراید نرم با خیام، زره آمد رفیقی نو، اگر رتلی بود باقی بده جامی به او، یا ایو حساب. درود بر استاد. کاش از پنجره خاطره ها می دیدی گذر عمر و جهان گذرا می دیدی، چه کنم سیر سرشکم ره دیدار ببست، کاش این سیل پر از چون و چرا می دیدی، کاش در آینه چشم نگه گم نشدی تا سراپای دلم پر ز وفا می دیدی، تا تو رفتی دل من سایه به دنبال تو شد، کاش این سایه از خیش جدا می دیدی، دل به پای تو و چشمم به رهت مونده، بیا کاش بیداری شب سوز مرا می دیدی، گرچه بیداد شب بوم بلا دیدی، کاش شب شکن مرغ سحرخوان هما می دیدی، کاش در پرده مهتابی پر نقش و خیال نغمه خانان شب شور و نوا می دیدی، عطر یاد تو بر این کلبه بقا می بخشد، کاش این بزم غریبانه ما می دیدی، عشق کو گوهر نام وطنم بر دل کند، کاش بر خاک درش نام صفا می دیدی. اون چی که در مورد آقای ایزدپناه گفتن که شاید با همه یا با خیلی از کسانی که همه همون میشناسیم متفاوت باشه اینه که آقای ایزدپناه چند جنبه داشتن و شاید چند نفر در یک نفر بودن، یعنی ادیب، موزیسین، محقق، شاعر و یک تاریخدان. در این بخش از یادبودی که براشون تنظیم شده از فرزندشون آقای مازیار ایزدپناه خواهش میکنم که قطعاتی رو براتون بنوازن. استعداد موسیقی ایشون کاملا در فرزندان هست، همونطور که میدونید مازیار و بعد از اون بهکام برنامه خواهد داشت.
نور عزیزم پوشش تو کرده چرش هستی کور عزیزم پوشش تو کرده چرش هستی کور عزیزم کشته غمم عزیزم اکه ترشی بینم او میکدمم عزیزم شعری که همکنون میخونم پس از خواندن یکی از غزلهای او که در این کتاب هوای بوم و بر انتشار یافته با خوندن این غزل بود که من چند روز پیش غزل خودم رو سرودم و به ایشون تقدیم میشه. هم از چه میزنی ای دل جهان دمی باشد حباب عمر در این باغ شب نمی باشد. به یاد استاد بزرگوار حمید ایزدپناه صفای لرستانی در استقبال از یک غزل وی. چون این که طبع جهان تابع دمی باشد ز عمر آه و دمی سهم آدمی باشد. اگرچه آمدن از حسن اتفاق بود حضور مرگ حدیث مسلمی باشد. چو پا به راه نهادی گذار باید کرد که قنچه همسفر اشک شبنمی باشد. همان حکایت هجران که عاشقان گفتند حقیقتی است که معلوم عالمی باشد. خوشا کسا که در این سیر پنج روزه دهر رفیق همره و همراز همدمی باشد. بدان صفت که تو را مهر بوم و بر می برد کم افتاد که گام مسممی باشد. به پیشواز کلام تو آمد این غزلم مگر که یاد تو را خیلی مردمی باشد. سبا به خاک عزیزان اگر گذار کنیم ز چشم دوست فروچی اگر نمی باشد. سپاس گذارم. شبت که خیلی ببخشید من دو روزی بیشین صرف بیمارستان اومدم بیرون، حالم خیلی زیاد خوب نیست و اگر خیلی مسلط برفان نبودم ببخشتم. اشتباه که من آذربایجانی هستم. در آذربایجان به دنیا اومدم و در آذربایجان بزرگ شدم. ما آذربایجانی ها خیلی به خاک خودمون علاقه مندیم. یعنی سرزمین ما یک قسمت از وجود ماست. البته این را باید بگم که این حالت گاهی چهره تعصب‌آمیزی به خودش میگیره که هیچ خوب نیست و گروه کسانی که دنبال هویت طلبی و استقلال طلبی هستن از همین گروه هستن. در این حال من نویسنده حرفه‌ای هم هستم، یعنی سالیان دراز با مزدی که از نوشتن می‌گرفتم زندگی کردم. اما الان وقتی که به پشت سر خودم نگاه می‌کنم در آخرین روزهای زندگی
میبینم که من هیچ چیز درباره خاک خودم، نژاد خودم، وطن کوچیک خودم ننوشتم و نسرودم. از این بابت البته خجالت، ولی دیگه فرصتی هم برای کار ندارم. خودم رو مقایسه میکنم با دوست بسیار بسیار نزدیکم آقای حمید عزت‌پناه، که همه عمر درباره لرستان نوشت. گفتم بهترینش اینه که با سازم چیزی بگم، اونم این که یه قطعه که خیلی دوست داشت تو موقع عقب ساز دست بکرتم گفت این رو بزن بایتون اجا. میگیم ولی با همه اینا این شخصیت واقعا بزرگتر از اونه که رفتنش رو ما در واقع کمبودیش رو حس کنیم، به خاطر اینکه کارهایی که کردن حالا نزد من و اندازه هست که هر وقت که لازم داشته باشم میتونم بول مراجعه کنم. آقای عزت‌پناه، برای که خلاصه کرده باشم، من بیشتر از 15 سال است که ایشون رو میشناسم و مانند جناب آقای ملایری ایشون رو در این بار در جلسه انجمن فرهنگ ایران شناختیم. این است که کنجکاوی آقای عزت‌پناه این بود که می اومد که می گفت چی خبره؟ من گفتم بله، تو مجله ساینس، مجله علمی سیانس یک مقاله درست شده که باز در کار ساکراسه. گفت گیتری مقاله فوتوکوپی کنی برای من تمینه بیا هم مجلش مالت مجله. و این همون داستانی بود که الان جناب آقای آموزگار دنباله گفتن. ایشون انقدر جالب به این مسائل خیلی بایادی، یا مثلا اینکه در کاسیکوزای جنوب اورومیه دانشگاه شیکاگو پیدا کرده بود که چیز وجود داره، آثار شراب وجود داره، در نتیجه آقای عزت‌پناه به همه همینطور چیزا افتخار میکرد. به اینا وقتی که میدید که در مجله های خارجی در چیزایی که اون آرزو داره صحبت میکنن، همیشه باید غروری. آقای عزت‌پناه همیشه وقتی که پیش من میومد دیگه این دانشجوهای ما با ایشون آشنا شده بودن، حتی میدونستن که این قهوه نمیدوشه این چای میدوشه. مثلا وقتی که میامدن من نبودم میابردن میگذاشتنش و چای میابردن میدادنش و همونجا باید میسفته من بیام. یعنی با خوب گرفته بود با کسانی که در دوربر ما بودن. آقای عزت‌پناه انقدر بعضی وقتا با ما که صحبت میکرد، یک بار رفت دیدم تلفنم زنگ میزنه، بعد گفت دکتر جا من کتی تو رو پوشیدم. من بودم و دلی که به درگاه ماند، من ماندم و دعا
دو دیده که در انتظار مان پشت شد شوق آینه چشم عشق با زان جلوهی که از نگهش یادگار مان. سر استاد، در سال 57 ما در حین تمرین برای اجرای یکی از نمایشنامه‌های بزرگ بودیم، کلبه انتوم که آداپته کرده بودم دوستان اونجا برای اجرا. پیش از اونم باید بگم که در همان سالها از بیضایی و ساعدی تا چخوف در خرم‌آباد در اوایل دهه 50 اجرا میشد، تئاتر اجرا میشد. بسیار این پیسی رو که درست کرده بودن بسیار بزرگ بود، خیلی به صحنه بزرگی احتیاج داشت. صحنه ها و سالن هایی که در خرم‌آباد بودن بسیار کوچک بودن برای این نمایشنامه و قرار بود که این نمایشنامه در قلعه فلک و لفلاک برگزار بشه به پیشنهاد خدای عزت‌پناه و قرار نورپردازیش بود. در یکی از همان روزهای پاییز سال 57 ما مشغول تئاتر بودیم تو مرکز تئاتر، چند تا از دوستان با هم بودیم که صدای تظاهرات از بیرون می اومد. ما بدو بدو اومدیم که از در بریم بیرون، همزمان شد با اومدن آقای عزت‌پناه. سلام کردیم ولی خب با همون حالت جواب سلام رو داد، گفت کجا دارین اینطوری می دوین؟ نمیخواستیم بگیم میخواییم بریم تظاهرات، حالا به هر دلیلی گفتیم داریم میریم کار داریم. گفت این کاری رو که میخواییم داریم بکنیم اینجاست، همین پیستون رو بیاییم تمرین کنید و کار کنید. سالها بعد در فرانسه اینو به من گوزت کردم و گفتن که فکر میکنیم اون موقع میباست میرنشستی تاعت کار میکردی یا میرفتی همون تظاهرات. گفتم باز هم سوال سختی آقای عزت‌پناه، ولی با حمایت شما بسیاری از تئاترهایی که ما اجرا کردیم تئاترهایی بود که صدای معترض بود، تئاترهایی بود که اعتراض در آن بود و با حمایت شما بود. این یک واقعیتی که من بخوام بگم، چند بار ساواک اقدام کرده بود با صحبت‌های و مذاکرات آقای عزت‌پناه این مسئله حل شده بود. جهان بر روی این نهتاق مینا چون خشخاشی بود بر روی دریا، تو خود را بین که از این خشخاش چندی سزدگر بر مروب تو خود بخندی. واقعا در این فضیلت بی نهایت گسترده فضا کره زمین چطوریه و از کره زمین ایران چقدره و از ایران لرستان چقدره و از لرستان من چقدره؟ هیچ. باید هر عشقی هم توان بره، من ندیم نبستر کسی داشته باشه. کاری کردم به خاطر عشقی که به وطنم داشتم و به دیارم داشتم و منت سر هیچ خودم تو ندارم و دست همه تنم بیشتم.